بسیجیان و شکنجهگران اعزامی از سوی ولی فقیه ارتجا برای لجن پراکنی و جنگ روانی علیه مجاهدان اشرف در روزهای اخیر فضیحت‌های تازه‌ای به بار آوردند که ابعاد ترس و وحشت خامنه‌ای را از قیام مردم ایران و نقش کانون استراتژیکی نبرد به نمایش می‌گذارد. مزدوران اطلاعات بدنام ولایت فقیه که ابتدا در پوشش بستگان مجاهدین به عراق آورده شده بودند، اکنون از فرط درماندگی افسار پاره کرده و ناگزیر در اظهارات خود به مأموریت و مزدوری برای رژیم اذعان می کنند. مزدوران در روز اول اسفند در سفارت رژیم در بغداد توسط یکی از دشخیمان اطلاعات آخوندها به نام حاجی علی که از تهران آمده است مورد توجیه و رسیدگی های صنفی قرار گرفتند و پس از دریافت دستمزد روزهای پیشین به پشت در اشرف برگردانده شدند. چند تن از دیپلمات تروریست های اطلاعاتی رژیم در سفارت بغداد همراه با فؤاد و علیرضا نوبخت از پاسداران نیروی تروریستی قدس آنها را همراهی می کردند. حاجی علی شخصا تردد علنی به خارج از سفارت ندارد و تبلیغات علیه مجاهدین را از طریق یک انجمن موهوم به نام توسعه مطبوعات تحت مسئولیت یک مزدور عراقی به نام عدنان سراج انجام می دهد. طبق اسنادی که مقاومت ایران از داخل کشور به دست آورده و به دادگاه اسپانیا ارائه خواهد شد، نوری مالکی که اکنون آخرین ایام نخست وزیری خود را در عراق طی می کند، شخصا برای جلب حمایت رژیم در انتخابات عراق دست اندر کار توطئه های کثیف علیه مجاهدان اشرف است. طبق اسناد موجود در نیروی تروریستی قدس، عوامل دست نشانده رژیم در یک متن به زبان عربی گزارش کردند بعد از اینکه دولت عراق در تاریخ 24/9/88 اعلام کرد که این افراد باید از عراق خارج شوند و بعد از تأکید ویژه آقای مالکی در این مورد و بعد از ورود برادران به پادگان در این تاریخ و درخواست نمایندگان آقای مالکی از این افراد برای خروج از عراق و رفتن به ایران، متاسفانه تاکنون نتایج به هیچ وجه مثبت نبوده است. متاسفانه افراد اشرف باب هیچ مذاکره‌ای با هیچ گروه و هیچ فردی را باز نگذاشته و هیچ راه حلی را قبول ندارند. از این رو تصمیم ورود و تحصن خانواده‌های این افراد اتخاذ گردیده تا یکی از دیگر عوامل فشار بر این افراد و سران این سازمان قرار بگیرد. ما این خانواده ها را در سه مرحله به این مکان منتقل کردیم و خواستار ملاقات آنان با بستگانشان شده ایم، ولی متاسفانه افراد این پادگان به درخواست های دولت جوابگو نیستند و ما احساس می کنیم که در آینده هم جوابگو نخواهند بود. البته به نظر شخص آقای مالکی این برنامه ها در همین حد هم بسیار ضروری است. در این حال دلیل کمکاری و دیرکار در فشارهایی است که از خارج و داخل عراق بر کمیته بستن اردوگاه اشرف وارد می شود. از این رو باید به اطلاع جمهوری اسلامی ایران برسانیم که رفتارها و فشارهایی از قبیل تحصن خانواده ها و جلوگیری از ورود مواد لازم به اشرف در مدت زمان باقی مانده تأثیر و کارکرد قطعی ندارد. این گونه فشارها پیش از این نیز اعمال شده بود ولی متاسفانه جوابگو نبوده است. آنچه در مقطع کنونی احساس می شود این است که در آینده نزدیک
و حتی پس از انتخابات نیز مسئله این گروهک به عنوان یک مسئله مهم و حیاتی برای دولت بعدی عراق باقی خواهد ماند. به گزارشی از تشبثات و نمایشات مسخره مزدوران و شکنجیگران ولی فقیه ارتجا که با همکاری نوری مالکی و با اسکورت کمیته سرکوب اشرف در دولت فعلی عراق برای ادامه جنگ روانی علیه مجاهدین در پشت در اشرف مستقر شدن توجه کنید. این تشبثات ابعاد ورشکستگی و درماندگی رژیم و مزدوران آن در دولت عراق را پس از یک سال محاصره و سرکوب بلاوقفه اشرف برملا می کند. Yeah.